طاغوت هر فرمانده گمراهی و ضلالتی نامش طاغوت هست و امروز قدرت های استکباری و در رأس اونها بی تردید از مصادیق طاغوت هستند و دولی که دم از اسلام میزنند در عین حال از امریکا فرمان میبرند، خط فرماندهیشون به دست امریکاست، بدون تردید مصداق مشرکند. به تصریح این روایت که شرک در اطاعت دارند و فقط از خدا باید اطاعت کنند و بس. این نکات رو که میگم داغ همه متدینین تازه میشه از حوادث این روزها، که غیرتمندی بیاد نهی از منکر کنه چشاشو در بیارن، غیرتمندی بیاد نهی از منکر کنه در معرض نابینایی قرار بگیره، غیرتمندی نهی از منکر کنه شاهرگشو بزنن. من در این رابطه چند تا نکته دارم. یک، این که تقاضا میکنم عزیزان واقعیات رو همون قدر که هست ببینند. تا الان که خدمت شما هستم با تحقیقی که مسئولین کردن، این حرکاتی که انجام گرفته سازماندهی شده نبوده که کسانی بگن یه جریانی تو کشور را افتاده، و نباید هم با دیدن این صحنه ها چنین فضایی را بسازیم که بابا بیا فضای کشور ناامن شده، یک حاله ای از ناامنی برای کشور درست کنیم، یأس درست کنیم. این همون چیزیست که دشمن میخواد. آنچه واقعیت است این است که ایران اسلامی ما به فضل خدا امن‌ترین کشور جهانه و این قضایا استثناست، یه قاعده نیست. عزیزان توجه به این نکته داشته باشن. نکته دومم اینه، در عین حال دستگاه قضایی نباید از کنار این حوادث سطحی بگذرد، که سطحی نخواهد گذشت، به خاطر اینکه ما سران محترم دستگاه قضایی رو میشناسیم، میدانیم مثل شما مردم غیرت دینی دارن. ولی گاه انتظار میره در برخی از جاها سرعت عمل همراه با موازین شرعی باشه تا اعراض لعوباش سر جای خودشون بنشینن. بنده به عنوان طلبه‌ای که به خیال خودم حدود 16-17 سال درس خارج در فقه میگم، اجازه میدم به خودم حق نظر در این رابطه داشته باشم. برخورد این چنینی با ناهیان از منکر بی تردید مصداق محاربه است. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، که فقها میگن يسعون في الارض فسادا یکی از مصادیق محاربه است، چون که واو دوباره نیامده، الذين دوباره نیامده. محارب کیست؟ محارب کسی است که امنیت عمومی جامعه رو به هم می‌ریزه. تعبیر مرحوم مفسر بزرگ علامه طباطبایی رو ببینید، فالمراد بالمحاربه والافساد الا ما هو الظاهر هو الاخلال بالامن العام. هر کسی که امنیت عمومی رو مختل کنه، چه با سلاح گرم چه با سلاح سرد، چاقو، حتی تو برخی از تعابیر فقها دیدم حتی اگر کسی با عصا بیاد فضای امنیت عمومی جامعه رو مختل کنه، این از مصادیق محارب هست. این برداشت منه و برداشت من سر سوزنی نباید تأثیر در برداشت قاضی محترم باشه. اما یک تقاضا از قضات محترم در این پرونده ها دارم که به این عزیزان عرض می کنم. برای این عزیزان آبروی نظام و امنیت عمومی جامعه کمتر از احتیاط
در دم یک جانی نباشه. این درخواستی است که از عزیزان بررسی کننده این پرونده دارم. و آخرین نکته هم این که گزارش هایی که شنیده شد کوتاهی، تقصیر و قصور بعضی از بیمارستان ها در پذیرش این بیمار رنج مضاعف بود. در پذیرش این مجروح عزیز غیرتمندی که این روزها حادثه دید، عرض ما این است که جان انسان ها محترمه، اصلا کاری به این ندارم ناهی از منکر بوده یا نبوده، جان انسان ها محترمه. طبق قانون اورژانس بیمارستان ها بیماره های اینطوری را باید به سرعت بپذیرند. من خبر دقیق دارم وزیر محترم بهداشت گروهی را در این رابطه مأمور کرده بررسی کنند و انشاءالله بررسی انجام بشه. اونجا که تخلفی صورت گرفته برای حوادث مشابه بعدی اقدام لازم صورت بگیره، اما نباید افراط بشه. همین بیمارستان ها خدمات زیادی در عرصه های مختلف دارن، این در عرصه مسائل داخلی. اما در عرصه مسائل خارجی، یک، ما در مصر شاهد حضور مجدد انقلابیون مصری در میدان التحریر هستیم. 1400 سال قبل امیرالمؤمنین مصری ها را غیور نامید. در نامه ای که برای اونها نوشته، الی القوم الذین غضبوا لله، نامه به کسانی که برای خدا غضب کردند، آفرین بر بصیرت مردم مصر که براشون نگه داشتن انقلابشون کمتر از اصل انقلاب نیست. با همون نشاطی که مبارک رو از حکومت کنار زدن، با همون نشاط برای حفظ انقلابشون به صحنه آمدن. حرف منطقی هم دارن، حرف منطقیشون اینه تمامی کسانی که در حکومت سابق جنایت کردن نه تنها باید از کار برکنار، محاکمه هم بشن. معنا نداره اینا همچنان عضو کابینه باشن، درخواست معقول اینها همینه. اون چه دلالت بر این میکند که عرض میکنم هوشیاری فوق العاده مصری ها دو مطلبه، یکی موضع ضد صهیونیستی انقلابیون هست که بسیار ستودنی است، مطلب دیگر آن که امریکا پیغام داده به شورای نظامی مصر اگر منافع تلاویو به خطر بیفته کمک ها رو قطع میکنیم. این نشان دهنده این است طمع دارند که حتی در شورای نظامی و حکومت فعلی مصر همچنان رژیم صهیونیستی از منافع مصر بهره‌مند بشه. این هوشیاری ستودنی است، از خداوند می‌خواهیم خداوند اونها رو به اهداف بلندشون برسانه. در رابطه با بحرین، مقاومت ستودنی مردم بحرین جای تجلیل و تکریم داره. بحرینی ها یک حرف کاملا منطقی دنیا پسند دارن، میگن هر بحرینی یک رأی. شما در رأس حکومتید، بیایید انتخابات برگزار کنید، انتخابات واقعی. هر بحرینی یک رأی سرنوشت خودش رو رقم بزنه. اما آل خلیفه، آل سعود این حرف منطقی را با گلوله جواب میدن، با شکنجه جواب میدن، با دستگیری های آنچنانی و زندان های آنچنانی جواب میدن. جالبه در این حالی که میزنن، میکشن، جنایت میکنن، میترسن. دیوار حائل اطراف کاخهاشون دارن میکشن که انقلابیون نتونن نزدیک کاخهاشون برن. خیلی خنده داره که آل خلیفه پیغام میدن به شورای نظامی مصر که شما بپیوندید به شورای همکاری خلیج فارس، عربستان اشغالگران سعودی میان اونجا هم انقلابیون رو قلع و قمع میکنن، شما کلاتون رو محکم نگه دارید باد نبره.
شما رفتنی هستید، حکومت شما متزلزله، اون وقت چنین پیشنهاد سخیفی میدید. مطلب سوم در رابطه با یمن هست. انصافاً 6 ماه مقاومت این چنینی مردم یمن در برابر دیکتاتور ستودنی است، به خصوص که با بصیرت تو صحنه هستند و در مقابل توطئه‌های امریکا و آل سعود ایستادن بیستند که راه حق همینه، فاستقم کما امرت و من تاب معک. مطلب چهارم در رابطه با رسوایی مجدد صهیونیست‌هاست. سال گذشته کشتی کمک رسانی رفت و صهیونیستا 9 نفر از سرنشینان کشتی رو کشتن. امسال هم کشتی امداد رسانی کرامت که از همه ملیت ها بوده وارد آبهای آزاد شده. صهیونیست های جنایتکار، این دزدهای سابقه دار بین المللی، آمدن اون چرا که اینها به عنوان امداد آوردن مصادره کردند که یک ربایش هست و 4 سال تمامه که غزه محاصره است، از جهت معیشت، از جهت دارو و درمان، از جهات مختلف. متاسفانه سازمان‌های عریض و طویل بین المللی هم یک کلمه حرف نمی‌زنن. گاهگاهی هم که این حرکات انسان دوستانه صورت می‌گیره، وحشیانه برخورد می‌کنند و این معنای آن است که سازمان‌های بین المللی به خاطر وابستگی به قدرت‌ها کارایی ندارند و بشریت باید در پی یک سازمان ملل واقعی باشه. 5. مطلب خبری است که در تلویزیون هم دیدید، در یکی از ایالت‌های امریکا سیاه‌پوستی کرایه اتوبوسش را نداده بود. پلیس امریکا با 5 گلوله پیش چشم مردم او را میزنه میکشه و در فیلم هم دیدید جان کندن این سیاه‌پوست. این سیمای دولت امریکاست که فریاد حقوق بشرش گوش فلک رو کر کرده. این نشان دهنده این است که برای امریکا سر سوزن انسانیت ارزش نداره و شعار حقوق بشر برای استفاده ابزاری است. همینجا میخوام تشکر کنم از اقدام ارزشمند مجلس شورای اسلامی که یک طرح یک فوریتی دادند برای تحریم و تعقیب 26 مقام امریکایی با 200 امضا. آفرین، این اقدام درستیه و امیدواریم که به همین زودی شاهد تصویب شدنش باشیم. و مطلب ششم، مطلب رسوایی اخیر انگلیسی هاست. در شنود مکالمات مردم، اینایی که این همه دم از حقوق شهروندان میزنن و عجیبتر کشته شدن اون خبرنگاری که اینا رو افشا کرده. اینا در دنیا همه میبینند و من معتقدم همه اینها میخیست بر تابوت لیبرال دموکراسی غرب که برای اینها نه تنها حقوق مردم دیگر، حتی حقوق شهروندانشون هم مورد احترام نیست. و گویا آدم کشی برای انگلیسی ها یک هنجار نهادینه شده هست. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. پروردگار و به کرمت اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما، دشمنان مسلمانان را نابود بفرما، نظام اسلامی ما را به آرمانهای بلندش برسان، مقام معظم رهبری در پناهت موفق و مؤید و منصور بدار، امام عزیز، شهدا در جوار رحمت خاصت قرار بده، همه ما را از سربازان مخلص آقا بقیت الله الاعظم مقرر بدار،
قلب مقدسش را از همه ما شاد و خوشنود بفرما، در فرجش تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانعک هو الابتر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.